جناب محترم استاد لطفالله اکبرست، خطیب مسجد صمیم صاحب انصار، منشی شورای اخوت اسلامی افغانستان و رئیس ریاست طرفات وزارت تحصیلات عالی. استاد خوش آمدین، صبحتان بخیر. تشکر، تشکر از دعوتان. من به نوبه سلام ها و تمنیات خود و صبح بخیر به تمام نقاط بی ملت افغانستان از صفحات تلویزیون آریانا خدمتشون هستم و سلام و تمنیات خود به دستندکاران برنامه صبح زندگی دارم. موفق و معید باشید. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. موضوع امروز ما جناب استاد دیدگاه و نظرات بیننده های ارجمند و خوب خود هم گرفتیم، دیدگاه ها هم متفاوت هست، ولی همگی میگه که ما باید پند بگیریم و عبرت بگیریم، از اشتباهات گذشته مطالعه بکنیم، تاریخ را باید بخونیم، چه در زندگی فردی و چه در زندگی گروهی در جامعه ما، در کل در کشور ما. اما باز هم چرا در مراه غیر مستقیم استاد روان هستیم؟ میبینیم هر روز افراد چهار اطراف ما اشتباه میکنه و یک لحظه غفلت بسته عمر پشیمانی و ندامت داره، اما باز هم ما اشتباه میکنیم و باز دلیل و منطق ما است که انسان آری از اشتباه نیست. اشتباه یک روز، اشتباه دو روز، اشتباه یک هفته، اشتباه یک ماه، همه که ما تمام روز اشتباه میکنیم و باز توجیه هم میکنیم که انسان آری از اشتباه نیست. خداوند خوب ما حق داده، چرا در راه غیر مستقیم روان هستیم؟ تشکر از سوالتان. سوال بسیار خوب و مبحث بسیار عالی است که خوشبختانه دین اسلام احکامی که در قرآن است، هدایات و اشاراتی که در قرآن است، در احادیث و هر بار پیامبر صلی الله علیه وسلم و ضمن تمام قصه ها وعد و وعید امثال ها که در قرآن است، همه و همه میبینیم که سرشار از پند و اندرز است و ما درس میده و همی کائنات را که ما میبینیم سراسر در ما حول خود، یعنی یک بحث بسیار خوب داره که از این باید ما عبرت بگیریم. اما طور که شما گفتین، یقینا که ما از گذشت تاریخ، یکی از اصول است که ما از گذشت تاریخ، از گذشتگان خود ما عبرت بگیریم. زندگی خود ما ببینیم در شرایطی که مثال قرار داریم، اگر دیگرها بد کردن ما از بد از اونها عبرت بگیریم، اگر خوبی کردن از خوبی هایشون هم عبرت بگیریم. به این معنا که اگر ما میبینیم گذشتگان ما بد کردن، ما بدی های از اونها یعنی واقعا تکرار نکنیم و از او اجتناب بکنیم، به خوبی هایی که مردم از او رضایت دارن و خداوند از او راضی میشه به او بسیار دقیق باشیم. و بدون شک قرآن بر ما واضح میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم یقلب الله الليل و النهار، امی گردانیدنش که مثال شب روز خداوند، یعنی ای که از یک احوال یعنی به حالت دیگر مثال میگردن، صبح مثال میبینیم روز است، باز شب میشه، شب است باز روز میشه، باز میبینیم که یک وقت شب طولانی است، یک وقت ما میبینیم که روز میبینیم که کوتاه شده، باز یک وقت میبینیم که شب باز کوتاه میشه و باز روز طولانی میشه. امی گرمی، سردی، تغییر محیط ما، فضای ما و اینا همه قرآن میگه که ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. آیات 44 سوره نور این موضوع رو با وضاحت واضح میسازه که یعنی امید از امید گذشت زمان شما عبرت بگیرین و از این پند بگیرین، اندرس بگیرین. اما طور که شما گفتین، اگر گیریم که کسانی که از امید تاریخ و از گذشتگان خود عبرت نمیگیرن و با امو اخلاق زندگی میکنن، در این شک نیست که انسان ها سه طیف هستن. یک طیف از انسان ها هستن که با گذشته ها زندگی میکنن. به این معنی ما گذشته های خوب هم داریم، گذشته های بد هم داریم. گذشته های داریم که مثال انبیاء علیه السلام بوده و خیر القرون بوده، صحابه کرام بوده، تابعین تبع تابعین، مجتهدین دین بوده. این گذشتگان نه که ما شماست. ما اینطور نمیگیم که مثال با گذشته زندگی نکنیم، به این معنا که با گذشته های بد خود زندگی نکنیم. بعضی هستن با گذشته ها زندگی میکنن، بعضی هستن که در امون عصر که زندگی میکنن یا در امون عصر مطابق امون عصر زندگی میکنن و بعضی هستن که با گذشته زمان تاریخ مطالعه کردن، با عصر که زندگی میکنن اینا با آینده ها زندگی میکنن. به این معنا که زندگی از اینا اینقدر اثرگذار است، اینقدر مفید است، طبیعی است که یا از جمله عرفا هستن، از مردمایی هستن که اهل الله هستن، اکثرا مردمایی هستن که اینا مردمان هستن که صاحب علم و دانش و فهم و فصاحت و بیان هستن. و بدبختانه کسایی که سفی و نادان و بیخرد و احمق هستن، این رسول کریم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث
بسیار واضح قدر زیبا و قشنگ در یک حدیث در ابو داود شریف آمده که رسول کریم صلی الله علیه و سلم این مردمای نادان احمق که مثال عبرت نمیگیرن میگه اینا به مسابه شطرعا هستن شطرعا را میگه شطر نمیدانه که وقت پایش بسته میشه به خاطر چی بسته شد وقت پای زیر رها میکنه صاحبش ای هم نمیفهمه که مثال چرا پای ما بسته کرد و چرا پای ما رها کرد ایجا حتی در این مورد بر این طبقه مردم منافق خطاب میکنه پیامبر چگونه استاد پیامبر میگه که ان المنافق اذا مرض ثم عفي كان كالبعير میگه مثال منافق همونطور است یعنی مردم منافق رزیل احمق نادان میگه اینطور است که اذا مرض وقتی که اینا مریض میشن ثم عفي بعد از یا سعدیاب میشن كان كالبعير مثل شطور هستن شطوری که عقله اهله ثم ارسله میگه صاحبش ایره بسته میکنه بعد ایره رها میکنه فلم یدری لما عقله ای بعد از نمیفهمه که چرا پای از ایره بسته کرد و همچنان ولم یدری لما ارسله و ای هم دیگه نمیفهمه چرا پس ایره رها کردن به این معنا که این مردم که از شرایط گذشت زمان و از قضایای بد عبرت نمیگیرن و خود اصلاح نمیکنن اینا یعنی هم منافق پیامبر میگه و هم اینا احمق و هم چنان اینا میگه مثل شطور هستن بس اساس کدام اصل بران استاد باید زندگی کنیم شما گفتین که با گذشته زندگی کردن هم درست نیست ولی بعضا وابسته به آینده میباشن که این گونه که وابسته به آینده هم باشیم نمیتونیم از فرصت هایی که امروز داریم استفاده بکنیم و از زندگی و از فرصت که امروز خداوند در اختیار ما قرار داده از لذت ببریم و شکرگزار خدای خود باشیم حالا چی کار انجام بدیم که واقعا زندگی سرشار از موفقیت های داشته تشکر از سوالتون ما در خدمت شما عرض بکنیم که اما گذشته به این معنا که ما با گذشته های بد زندگی نکنیم و با آل زندگی کردن به این معنا که مثال با آل هم مثال زندگی نکنیم به این معنا که یعنی زندگی ما تنها به خاطر خود ما نباشه هدف از جمله ما این است که ما به خود زندگی نکنیم با قوم تبار خود زندگی نکنیم در همون مقطعی که زندگی میکنیم من زنده و جهان زنده من مرده جهان زنده این درست نیست یعنی ما با آینده آ زندگی بکنیم ما اساسات را به میان بگذاریم ما راه و روش را به میان بگذاریم اصول بر مردم مثال اساس گذاری بکنیم که به او اساس دگرا به ایمان باقیات و صالحات از او استفاده بکنه و زندگی بکنه استاد کسایی که رسالت و وظیفه داره در این زمینه انسان ها اشتباه میکنن مثلا در یک خانواده وقتی یک دختر یا بچه اشتباه میکنه و با عزت و آبرو یک خانواده یا پدر مادر داره میکنه بازی میکنه باز پدر مادرش میگه خب خیر میگه جوان است اشتباه کرد یک بار اشتباه دو بار اشتباه اینا میگن خالی چی بگیم نمیتونیم میره از خانه بکشیم حداقل یک تنبیه بسیار ابتدایی همینا رو نمیکنه یا در کل مثلا در نظام هستن افرادی که مثلا رشوت میخره فساد سیاسی انجام میده فساد اخلاقی فساد اداری باز میگه خیر 2000 از خیر حال ماشش کم است خیر اسلام میشه خیر بگذاره نشی یک ما بندی یا دو ما اما تنبیه را کی باید بکنه کسایی که قانون را پیاده میکنه که در خانواده پدر و مادر هست و یک قدر برخورد بسیار سلنگاره در مقابل اولاد خود بکنه که دخترش میره عزت آبرویش عزت آبروی پدر و مادر یا عزت آبروی یک قوم در سر سرک لیلام میکنه و پدر مادرش هم سن استای میکنه که خیر دختر است اشتباه کرد اشتباه از خود یک حد داره استاد یا در کل در حکومت یک کسی یک کار میکنه در یک دفتر یک مدیر یک رئیس فساد اخلاقی انجام میده با عزت آبروی مو دفتر بازی میکنه نامش بد میشه خب در اون دنیا خداوند با ما اپ میزنه مجازات وجود داره اما در این دنیا انسان ها را کی مجازات بکنه چرا ما خاموش هستیم بدون شک مسئولیت فرد جامعه واضح است و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که و ان را منکم منکرا فلیغیر بیده اگر شما یک عمل مغایر شریعت میبینید مغایر انسانیت میبینید مغایر نظامتون که نظام اسلامی است میبینید فلیغیر پس او را تغییر بدین بیدهی به دستتون تغییر بدین فإن لم یستطی اگر به دستتون نمیتونستین فبلسانهی به زبان بله به زبانتون او را مثال بگوین مردم فإن لم یستطی اگر به زبانم نمیتونین فبقلبهی قلب خود را بد بینه ذلك افضل ایمان این پوینت این درجه ایمان است لیکن ایره علما مفسرین و محدثین عظام ایره تفسیر کردن تحلیل کردن که یعنی وقت ما یک عمل مغایر شرط میبینیم وظیفه کی است که ایره مثال به دست خود تغییر بده
این وظیفه نظام است. وظیفه هر فرد نیست. ما نمیتونیم با هر فرد مثال گرفت. وظیفه کسی که مسئول است. بله. اما که ما میگیم در نظام ما یعنی ما نمیتونیم از یخن هر کس بگیریم. بله بله. یعنی در نظام ما میبینیم که یک قوی مجریه است. قوی مقننه است. و قضاییه است. قاضی قضاوت درست بکنه. کسی که قانون میسازه قانون ساز هم تماما حوائج مردم هم مطابق با دستورات قرآن و حدیث و بالاخره اجماع و قیاس و استصحاب استحباب و مصالح مرسله مذهب صحابی و شرایع گذشتگان و عرف کمی ده اصول شرعیه را که ده اصل ما داریم که اتفاقی و اختلافی همه مطالب در نظر بگیره. کسی که قانون میسازه در قدم نخست اما کسی قانون میسازه این قوی تقنین یا مقننه ای باید متوجه تمام وظیفه پدر مادر در خانواده چی است؟ خب به این مورد واضح است که مثال ما هر کس در حد خود هر کسی که توان از داره که مثال یعنی به دست خود تغییر میده تکلیف خود باید امو وظیفه دست خود باید بشناسه. اگر زمامدار است اگر حکومت است باید متوجه زی باید. اگر مثال گپ به زبان میبینیم تاثیر گذار است گپ ما و او وظیفه کی است؟ او هم اگر پدر و مادر است به زبان خود باید بگه و تغییر دادن به دست خود اونم زمان است که یک اصطلاح بسیار خوب ما و شما داشتیم که میگه یعنی میگه نیاله در وقتی که نیال باشه باید ما چی باید. میگه عروس در عروسی کوچوک در کوچوکی مشم چیر و چیه هم یک مسئله داریم ما شما هر کس در آوان در موقعش در هر وقتی که مناسب یک وقت مثال اطفال خود ما میتونیم که به دست خود تغییرش بدیم مثل یک نیال هستن. بله بله. اگر راستش بکنیم ما دیدیم کج می باشه اگر یک چوب در کنار زی دادیم پس ایره بسته کردیم طبیعی است که همون تو سیده میره. و در زمانی که مثال که وقت باز از توان ما بالا میشه وقتی مثال پدر و مادر ریسفید و ناتوان میشه وقتی به اولاد خود بگه خدای ناخواسته اولاد برش دشنام بته او رو لط بکنه و لغت بکنه این مرحله است که فقط به زبان تکلیف خود ادا میکنه. لیکن این وظیفه رو باید از موقعش حدیث نبی معظم صلی الله علیه و آله که مرو اولادکم بالصلاه و هم ابناء صلحین شما اولادای خود تعدیب بکنین استقامت بدین تشویق بکنین ترغیب بکنین استقامت به دین دیانت به اخلاق به عبادت بندگی در حالی که اینا سنشون 7 ساله باشه وقت مثال 7 ساله شد این مثال این با نوازش شفقت بعد از اون میگه که مرو اولادکم بالصلاه و هم ابناء عشر ابناء سبع شما فرزندان خود به سن 7 سالگی معمور بسازیم به عبادت بندگی و همچنان وادریبوهم علیها و هم ابناء 10 سنین و شما مثال اینا رو باز تعدیب بکنین با یک تعدیبی که مثال اگر بتونیم مثال رو استقامت بتین در آره که 10 ساله شد و فرقو بینهم فی المضاجع و بستر آی خواب 10 ساله آیتون از هم جدا بسازین. دستورات اسلام ما که همون در ابتدا گفتم که از آیات قرآن احادیث گوهربار پیامبر صلی الله علیه و سلم بسا اندرس ها داره. بله. ما دین ما سرشار از اندرس است پند است عبرت است در همه امورات ما لیکن ما اگر امیر انجام بده طور مثال بیشتر گفتیم که مثال اگر آدم 2000 ماش داره یا 3000 بازور مثال میگیم برو خیر بله. اینطور نیست ایر شما مطمئن باشین کسانی که 2000 3000 ماش دارن در قدم نخست وای کارا رو نمیتونن این نمیتونه و کسایی که ماشای بلند داره بله، رشوت بله. میخورن دوم اگر همچو افراد در جامعه ما خب جامعه رو میشناسیم اگر گیریم امی افراد همطور اعمال انجام بده مجازات میرسن نه اونا زود مجازات میشن دههایش بندیز دههایش منفک شده لیکن ما کسایی داریم که در یانوشای داریم در این نظام که او به اساس رابط سیاسی اونا رو هیچ کس مجازات نمیکنه هر جنایت و هر گناه هر امی هم دلیل میشه استاد که دیگرها را جرأت ببخشه حالا وقتی ما کسا میگیم که امی اشتباه را نکو از گذشته پند بگی اینا میگه کسایی که آدم کشتن جنایت ضد بشریت انجام دادن بس. امروز بهترین خانه داره آزاد میگرده و حتی حکم میکنه بالای دیگرها خب من هم کارا میکنم دیگه چرا از گذشته پند عبرت بگیرم نه کس مرا بندی میکنه نه کس مرا مجازات میکنه دلم با اسکلم چرا بدون شک در برابر همچو قضايا ملت متمرد میشه ملت سرکش میشه اتناترین فرد جامعه جرات میتا انسان ها بخود جرات پیدا میکنه پروای نظامت نداره دست به هر عمل میزنه این بسیار تاثیر بد داره شما یقین بگو در خانواده ما اگه یک برادر کلان ما بیباک و بیعدب باشه این
نه اخلاق داشته باشه، نه انسانیت داشته باشه، نه نماز بخوان، سرش، روش، پاش، چرک، چتل، کثافت، گندگی مطلق. و این مثال از خدام خبر نباشه، در برابر پدرم گستاخ باشه، بار بار بروی پدر بزنه، بار بار بریشش دو بزنه، بار بار به آبرویش مثال خیز بزنه، بار بار لغت بکنه پدر، بر مادر لغت بکنه، دشنام بده، خواهر خود به عزت بسازه. این مطمئن باشن که او برادرای کوچک هم دنبال امو روان است وقتی که به او چیز گفته نشد. بله. او اونا که تنبیه نشد، بله. خب او خواهر دیگه یا برادر دیگه هم کار میکنه. اثرات بد میگه خواهر من که تو کار کرد کسی برش نگفت، خب ما هم میکنه. اثرات سو میگذاره. چون تنبیه نشد. او استثناءات وجود داره که یه بودن وجدان خود را استاد در کنار ازی که نظام گفتیم در قسمت مسئولیت داره بزرگان، والدین در محیط خانوادگی، حالا اصلاحات به خود فردم برمیگرده. اول در مورد ریشه اشتباهات بگوین که بالاخره کدام عامل است که منجر به این میشه که ما اشتباهی در زندگی انجام ندیم، و اگر اشتباهی هم فرزن سر میزنه از ما در زندگی، چون انسان خالی از اشتباه نیست، چگونه میشه که عبرت بگیریم و اصلاحات را ایجاد بکنیم دیگر تکرار نکنیم ما اشتباه را در زندگی؟ تشکر. این خوب واضح است، بدون که یعنی مسائل زیادی هستند که ما را بی‌باک می‌سازند. یکی از مسائل بیخبری است، ناآگاهی، جهل است، سرتنبگی است، حماقت است، احمق احمق است. حضرت عیسی مسیح روح الله میگن، مسیح میگن، مسیح به این معنی که دست عیسی مسیحا بوده، یعنی سر یک نابینا که دستش گذر میکرد بینا میشد، سر یک لال و گم دستش تیر میشد گویا میشد، بالاخره سر یک شل، سر یک مرده بالاخره دستش که تیر میشد زنده میشد. مسیحا بود حضرت عیسی. حضرت عیسی میگه که به امر پروردگار من مرده را زنده ساختم، لیکن من احمق نتونستم که بفهمم که تو احمق هستی. حماقت، سرتنبگی، جهل، دور از فرهنگ، دور از کلتور، دور از جامعه، دور از مردم، به احساسی و بالاخره مثال گپ تمرد و سرکشی و محیط خراب، حرص یا محیط هم تاثیر گذاشت. بله، محیط بله. که یک بار خراب شد محیط بسیار تاثیر داره، بیشتر خود از ضمن ازو موجودیت مثال گپ امی خود رسانه شما یقین بکنه صدها فساد امروز از رسانه مرز صدها فساد اخلاقی که امروز در افغانستان میشه عاملش امی رسانه، عاملش رسانه یاد گرفت از رسانه، تلویزیون ها، رادیو ها، یقین بکنه از رسانه چیز این طفلا یاد گرفتن، خانواده یاد در مقابل پدر میشه زده، مقابل مادر عروس عشق عاشقی فساد اخلاقی بسیار جرأت بخشیده به جوان. این قضاوه است که ما این مسئول همین سریال های مزخرف هست. بله بله، مطلق اینقدر تاثیرگذار است، شما یقین بکنید احترام از بین رفت. من نمیفهم، من همین لازم مثلا به ایمان یک خطیب هستم، کسایی که مرا میشناسه یک خطیب بزرگترین مسجد، اگر ما بگم اگر افغانستان بگم افغانستان تمیم صاحب انصار، بزرگترین مسجد و بزرگترین مکان در افغانستان که مقدس ترین مکان بگم که اصحاب پیغمبر خونش ریخته و بالاخره از اینمی ندای اسلام بلند شده و تا به امروز ما گوینده کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله است. شما یقین بکنید که ما در اینم کلانترین مسجد هستیم، اینقدر شاید تاثیرگذار نباشه که اینمی لازم به رسانه آمدیم. تاثیر بسیار مثبت داره، دنیا ما رو میبینه، همگی استفاده میکنه و خرد و بزرگ، حتی کسایی که مثال گفت او برش مقدور نیست که در مسجد ما بیاید، ما را میبینیم این لحظه. بالاخره تاثیر رسانه آنقدر بزرگ است که جامعه را میتونه که مثال به گودال بدبختی، بالاخره به فسق و فجور استقامت بده، و همین رسانه است که اصالت های ما را، فرهنگ ما را، دین ما را، ناموس ما را، ایمان ما را، ایقان ما را، بالاخره اطمینان قلبی ما را، آرامش ما را، سکون ما را حفظ بکنه و همچنان میتونه که ما را. زمانی که یک اشتباهی از دست یک فرد سر میزنه، استاد، زمانی که پی میبره به اشتباه خود و دیگر توبه میکنه و پشیمان میباشه و دیگر نمیخواد که امو اشتباهی را تکرار بکنه در زندگی، چقدر میتونه منجر به موفقیت امو فرد شود در زندگیش؟ مطمئنا پروردگار ذات خیلی مهربان است، به حد مهربان است که ما اگر صد بار توبه شکن بازا درگه ما درگه ناامیدی نیست. لا تقدر گر کافر و قبر بود پرستی بازا ان الله یغفر الذنوب جميعا، بدون شک خداوند همه گناه ما را الطائب الذنب غفور رحیم است، کمن لا ذنب له، کسی که تائب است و از گناه مثال توبه میکنه بالاخره ندامت میکشه، پشیمانی میکشه، مطمئنن که تاثیرات بسیار
مفید سر از این میگذاره و میتون یک فرد سالم بل. فرد نیک و حتی یک جمله را بسیار زیبا برای ما آمد که پیامبر سم از زبان پیامبر این ما در متون ما یافتم که رسول کریم صلی الله علیه و آله گفت که اگر یک فرد را شما دیدین که شب به گناه دیدین مطلق شما شب دیدین دیگر صبح شما به او دید او را نبینید نگاه منفی به او دیدگاهی که شب دیده بودین نبینید من. احتمال داره که این توبه کرده باشه و پاک شده باشه من. و این رای خدا یافته بسیار تشکر این بسیار تاثیر داره که جامعه ما بدبختانه یک کس که دیده که مثلا سوابق بسیار بد داشته حالا به امو دید سالها پیش آدم ندامت کشیده پاک شدن آدم طیب و طایب شده بازم و این امو رقم آدم این یک تاثیرات بسیار منفی در جامعه بسیار تشکر استاد گرامی ابراز امتنان و سپاس از حضور جناب استاد لطف الله حق پرست خطیب مسجد تمیم صاحب انصار منشی شورای قوت اسلامی افغانستان و رئیس ریاست طرفات وزارت تحصیلات عالی مجموعه خبری ساعت 8 صبح از استودیو آریانا نوز